میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. این مقاله ما چی بگم میگه؟ به جرئت میتونم بگم که 70% ما ریزش داشتیم. انقدر فروش ضعیف شد. جنس درجه یک میارین، کشش نداره بفروشین. من میخوام برای بچه‌هام هم خرید کنم، اصلا کم میارم پول. قدرت خرید مردم ندارم. به خاطر نبود ثبات تو بازار. یعنی واقعا این وسط الان به یه بنبستی داره میرسه با. یه مانتو بخوای بخری 1,000,000، آدم دیگه تا آخر ما واقعا مونده چجوری سر کنه. واقعا خانواده ها یه جورایی شرمنده بچه هاشو میشن، خصوصا دم عید. کسی که شغلش پدر مادرش بافنده بوده رفته کار ملک. خیلی راحت میگه بریم ببندیم. تکلیف پرسنل من چی میشه؟ حالا نمیدونم مسئولین یا بزرگان ما چه فکری در این آینده ما میخوام بکنن. تحمل کن، کوتاه بیا، ولی دیگه یه جایی که دیگه آدم میبره نمیتونه ادامه بده. ولی آخرش هیچی، میرسه به اینجا که یه بنبست و یه رکودی ما میمونیم. ما نگران کارمون هستیم. صنعت پوشاک به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره سومین کالای پر اهمیت در سبد خانوار بعد از مواد غذایی و مسکن است. اما گزارش‌ها از بازار این کالا در ایران از کاهش شدید تقاضا در این حوزه حکایت دارد، تا جایی که بسیاری از دستاندرکاران این صنعت معتقدند در آستانه سال نو پوشاک از اولویت خرید مردم خارج شده است. الان شب عید ماست، ما 12 ماه سال معمولا کار میکنیم که 2 ماه آخر سال و دیگه عمده کارامون رو بدیم به بازار که بتونیم کارخونه‌هامون رو پا نگه داریم. ما از برج تقریبا 8 امسال 1400 کرونا که مزید به علت شده هیچی، بعد اونم که از برج 8 تا الان نه بازاری داریم، نه فروشی داریم، نه کسی به ما کمک میکنه بابت حمایت. فروشمون خیلی اومده پایین، یعنی مشتری که مثلا پارسال میتونسته 100 کیلو بخره امسال 20 کیلو داره میخره. اگر سال قبل مثال فروش 10 بود الان 2ه. انقدر فروش ضعیف شده. قیمت ها اونقدر رفته بالا، مواد اولی گرون شده، کالا گرون تولید میشه، قدرت مردم نسبتاً کمتر شده. یه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. این مقاله ما چی بگم دیگه؟ بازار شب عید ما هر سال این موقع کمش اینجا 10-20 نفر مشتری بود، حالا یه نفر مشتری داریم سوت و کور. حالا ما اصلا باید روزی 50-60 که بفروشیم، شاید 4-5 که فروخته باشیم تا الان. مواد اولیه‌مون نیست، نمیدونم وارد کننده مثلا مواد اولیه‌مون چیزیه که به دردمون بخوره حمایت نمیکنن، یا اونایی هم که میارن انقدر گرون میافته به دست ما که ما میخوایم تولید کنیم بدیم دست مصرف کننده، انقدر بالا میافته دیگه به صرفشون نیست. اقتصادم یه جوری خرابه که اول واسه مشیت خوردن و پوشاک و اینا میزنن آخر، اول خوراک و مسکن و ایناست، بعد حالا آخر سر اگه پولی اضافه واسه پوشاک استفاده کنن که محصولات ما میشه. به گفته فعالان این صنعت در یک سال گذشته در کنار تاثیرات کرونا، افزایش قیمت مواد اولیه، مالیات بر تولید و تورم به افزایش 40-100% قیمت پوشاک منجر شده و باعث شده در آستانه سال نو فروش پوشاک با کاهش محسوسی مواجه شود. شب عید ماست که باید اصلا ما جنسی تو مغازه نداشته باشیم، باید همه رو فروخته باشیم. 60-70% قیمت ها رفته بالاتر نسبت به پارسال. بازار وضع ایران خیلی بد اینطوری. شب عید سوت و کور. برای منی که اینجا مثلا مستاجرم، اجارم هست، مالیاتم هست، شارژم هست، همه اینا حساب میشه میاد رو جنس اضافه میشه. جنس درجه یک میارین، کشش نداره بفروشین. یعنی واقعا این وسط الان به یه بنبستی داره میرسه کار. حتی تولید کننده ها واقعا نمیتونن الان از ما پارچه بخرن. قبلا آره سالای پیش میومدن مثلا 100 تا تاقه میخریدن میشد مثلا 50 میلیون تومان این 100 تا تاقه. الان 100 تا تاقه بخوام بخرم باید 500 میلیون تومان پول بدن. شما فکر کن مثلا نخبنبه اصلا 30,000 تومان هم حساب کنی، خب ما اینجا داریم کیلو 280,000 تومان واسه اون در میاد. یعنی خود ما که داریم خرید میکنیم اصلا یه جاهای دیگه داریم میریم ضرر داریم میکنیم. ما هر چقدر که میفروشیم دوباره یه چیزی میذاریم روش، میریم جنسه رو تهیه بکنیم. واقعا جیب مردم خالی شده. با حقوق 4-5 میلیون کی میاد شبه چی کار باید بکنه؟ داخل و قیمت که میکنن سریعا مغازه خارج میشن و میگن خیلی گرونه.
من رفتم مانتو قیمت کردم 600 تومن 700 تومن خیلی بالاست. مثلا مادره میگه که میشه مثلا کار 400 تومنی رو این دخترم من گیر داده 200 تومن بده. واقعا آدم اصلا میمونه چیکار کنه؟ من میخوام برای بچه‌هام خرید کنم، مثلا کم میارم پول. خرجی از خورد و خوراک که هیچ، پوشاکم که خیلی گرونه. واقعا خانواده ها یه جورای شرمنده بچه هاشون میشن، خصوصا طعم عید. یه مانتو بخوای بخری 1,000,000، آدم دیگه تا آخر ما واقعا مونده چجوری سر کنه. مردم تعجب میکنن دیگه، مثلا فرض مثال یه شلوار 500 تومن 600 تومن میشه، براشون سخته دیگه. بسیاری از تولید کنندگان بیمان دارند که ادامه روند فعلی در سال آینده به تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی لباس و فروشگاه ها و در نهایت بیکار شدن بسیاری از کارگران و کارکنانشان منجر شود. به جرأت میتونم بگم که 70% ما ریزش داشتیم. کما این که در حال حاضر نیز برخی از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی لباس فقط با 1/3 ظرفیت فعالند. خود دارایی مثلا میدونه کار کم شده، الان مالیاتو بردن بالا. در حالی که نباید می‌بردم بالا. بعد خیلی راحت میگیم که آقا نمی‌صرفه، نمیتونیم ادامه بدیم. خیلی راحت میگم بریم ببندید. پدران کارمون این بوده. یه اعتباری تو بازار داریم کم و بیش. اما خب همین دوستان ما یه سرشون زنگ زن آقا فلان دستگاه رو می‌خوام بفروشم، فلان کالا رو دارم، میتونم زیر قیمت بهت بدم. اینا همون نشونگریه که خیلی ها میخوان جمع بکنن، نمیخوان دیگه کار کنن. کسی اینجا داره سود میبره که واسطه گری میکنه. من دارم به قیمت خیلی پایین دارم دستمزد میگیرم، قول معروف مزد کار میگیرم. اینجا واسطه با دستمزد من راحت یه جا به جا میکنه، خیلی داره از من بیشتر سود میبره. یواش یواش این باعث میشه که چی، تولید کننده جمع کنه بره به صورت واسطه گری. تو تمام دنیا، تو تمام دنیا از تولید کننده حمایت میکنن، تو ایران این کارو نمیکنن. الان من خودم میام چند تا از همکارامون تو دودن کارشون نصف شده، یه عده‌شون تعطیل کردن، یه شیفتش کردن دو شیفتو. کسی که شغلش پدر مادرش بافنده بوده رفته کار ملک. میگم من بعد از 80 سال 90 سال این کار ما سابقه داریم تو این کار، پدر بزرگم، پدرم، خودم. من چطور میتونم این کاری که آبا و اجدادیه بیام خیلی راحت بکشم ببندم؟ تکلیف پرسنل من چی میشه؟ این همه رو این بچه ها کار کردن، کار یاد گرفتن، آموزش دیدن، به همین راحت میگم اگه صرف نمیکنه ببندی. در حال حاضر حدود 10,000 واحد تولیدی به طور قانونی در صنعت پوشاک کشور فعال هستند. تخمین زده می شود صنعت پوشاک در ایران 500 تا 600,000 شاغل داشته باشد. البته آماری از واحدهای غیر مجاز و شاغلان بدون بیمه در دسترس نیست. اما در حال حاضر همه این افراد به اضافه فروشندگان پوشاک تحت تاثیر شرایط رکود قرار گرفتند. ما همه تمام این پارچه‌ای که داخل مغازمون هست همه تولید داخله، هیچ کدوم تولید خارج نیست، همش زحمت خود همین کارگرای ایرانه. ولی آخرش هیچی، میرسه به اینجا که توی بنبست و توی رکودی ما میمونیم. نه مسئولی میاد بپرسه حالمون چطوره که شما این همه خزینه دارید، این همه جوونا رو سر کار گذاشتین، دارن کار میکنن، مسئولیتشو گردن گرفتین. کسی نمیاد به ما کمکی بکنه که ما بدونیم آینده ای در کار هست. حالا نمیدونم مسئولین یا بزرگان ما چه فکری در این آینده ما میخوان بکنن. حالا از شما تقاضا داریم که یه فکری به حال ما کارگرایی که واقعا در این افت کاری که پیش اومده یه فکری به حال ما بکنن. از نظر تامین جنس ما هیچ مشکلی تو ایران نداریم، یعنی واقعا هم از نظر کیفیتمون کیفیت درجه یکیه که با کشورهای همسایه‌مون مثل ترکیه، مثل کشورهایی که مثل چین حتی که دارن تولید تو با کیفیت بالا دارن تولید میکنن، ما از آن دقیقاً ما الان تو همون لول داریم باشون تولید میکنیم. هم تولیدات داریم هم صادرات داشتیم که صادراتون هم که بابت این تحریما جلوش گرفته شده، نمیتونیم پولی حواله کنیم، نمیتونیم جنسی راحت ببریم بیاریم. ماشاءالله بازار چین پر میکنه دیگه.
با وجود قدمت صنعت پوشاک در ایران به دلیل فقدان سیاست‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات ناشی از تحریم، افزایش قیمت ارز، قاچاق، تورم، نبود ثبات اقتصادی و افزایش مالیات و قیمت انرژی تا سال 1398 سهم این صنعت از ارزش افزوده صنعتی فقط 26% و از صادرات کارگاه‌های صنعتی تنها 0.07% بوده است. گاز مثلا یه موردشه، از پارسال تا امسال حدوداً 10 برابر شده. برق همینطور چند برابر شده، باز دوباره زمزمه ببننش بالا. مواد پتروشیمی، مواد اولی که مصرف میکنیم تقریباً 3-4-6 برابر حتی شده. بعد همین باعث شده که تولید به اصطلاح قیمته بره بالا. واقعاً تولیدمون به نصف کمتر رسیده به خاطر این فروش ضعیف، به خاطر قیمت‌های دلار، به خاطر نبود ثبات تو بازار. برای 6 سال سابقه کاریم اینجاست کار میکنم. تو این 6 سال امسال واقعا تنها سالی بود که سختی کشیدیم. الان دوباره 20-25 نفر بودیم، 25 نفرمون 5 نفر باقی مونده. از اون 25 نفر یه سریشون تصفیه شدن رفتن، یه سری که ما سابقه کاریمون بیشتر بوده موندیم با این وضعیت بازار. نزدیک شب عید با این تعداد نفراتی که ما داشتیم هم کمتر شده، هم از این ور کارمون خیلی افت کرده. با نظر به این افرادی که ما داریم، ما نگران کارمون هستیم. ترس از اینه دیگه. ما 30-40 تا نیرو داریم فقط تو کارگاه که برش کار برش انجام میدن. بعد جای دیگه هم میبره اینا رو میدوزه، حدوداً 200 نفر. اما خب میبینین دیگه چی شده وضعیت بازارمون. مجبوریم اگر درست نشه این شرایط نصف پرسنل رو تعدیل کنیم. متاسفانه تو همین مغازه‌ای که ما الان هستیم ما 10 نفر کارگر داشتیم که رسوندیم به 2 نفر، زن و با بچه هم داشته باشن، حساب بکنیم ببینید چند نفر از پروسه، یعنی واقعا بیکار شدن. و این روند پیش بره مطمئن باشه به تعدیل باشه. با چنگ و دندون حفظش کردیم تا الان، ولی خب دیگه منم تا یه حدی توان نگه داشتن دارم. تحمل کن کوتاه بیا، ولی دیگه یه جایی که دیگه آدم میبره نمیتونه ادامه بده. از شما خواهش میکنم که کمکمون کنید که مثلا این با این وضعیت خانوادگی که با این گرونی و از این مشکلاتی که در خود جامعه داریم این مشکلات پیش نیاد برای ما. ما کارگریم، جای دیگه نمیتونیم کار کنیم با این سوابقی که ما اینجا داریم. ما احتیاج به این کار داریم. با این حال با توجه به مزیت‌های این صنعت از جمله هزینه پایین ایجاد اشتغال و اشتغال زایی بالا، وزارت سمت اخیراً برای افزایش حدود 1.5 برابری تولید و 2 برابری صادرات تا سال 1404 برنامه‌ریزی کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست با توجه به رکود این بازار چگونه می‌توان این صنعت را سر پا نگه داشت و حتی آن را 1.5 برابر رشد داد و صادراتش را هم 2 برابر کرد.